با نام خدا سلام به شما. با خبر شش از سلو و تلو نیوز خوش آمدید. امروز جمعه پنجم حمل سال 1401 هجری خورشیدی است. سرخط ایجاد حکومت مشمول در افغانستان، خواست وزیر خارجه چین پس از دیدار با مقامات امارات اسلامی. روی پروژه هایی که زیر دست است در مورد آغاز آن بحث شد. برگزاری نشست با میزبانی چین درباره افغانستان در هفته پیش رو. این نشست فرصت خوبی برای بحث درباره هماهنگی تلاش‌های منطقه‌ای در مسیر کمک‌های بشری و اجتماعی اقتصادی به افغانستان. من فکر نمی‌کنم که در نشست آخر ماه مارچ هم چین به رسمیت افغانستان بشناسد. ادامه ی واکنش‌ها از مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه در افغانستان. این یک حقیقت است که اعلام بسته ماندن در مکتب ها اثرهای بیدرنگ بر برسمیت شناخته شدن حکومت طالبان و پشتیبانی سیاسی جامعه جهانی از آنان خواهد داشت. تاکید جو بایدن بر اتحاد کشورهای عضو ناتو. و برگزاری نمایشگاه ساخته های دستی زنان در مزار شریف. من بهرام امان میزبانتان هستم. وزیر خارجه چین پس از دیدار با مقام های حکومت سرپرست و برگشت به بیجینگ با پخش بیانیه خواهان ایجاد حکومت مشمول در افغانستان شده. از سوی هم زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان که در کابل به سر میبرد، در دیدارهای جداگانه با مقام های حکومت سرپرست بر ادامه همکاری های مسکو با کابل برای حل چالش های کنونی اطمینان داده. در این میان امارت اسلامی سفر مقام های روس و چینی را بر گسترش و تحکیم روابط حکومت کنونی با جهان مهم میگوید. وزیر خارجه چین در سفرش به کابل در دیدار با مقام های گوناگون حکومت سرپرست، افزون بر همکاری بیجینگ با کابل در زمینه های حل مسائل سیاسی، اقتصادی و بهبود روابط بازرگانی تاکید ورزیده است. او پس از دیدار با مقام های حکومت سرپرست در برگشت به بیجینگ در بیانیه از حکومت سرپرست خواهان ایجاد حکومت همشمول است. چین مخالف اعمال فشارهای سیاسی و وضع تحریم‌های اقتصادی بر افغانستان است و امیدوار است که دولت موقت یک ساختار سیاسی فراگیر با سیاست‌های محتاطانه را در افغانستان ایجاد کند. همزمان با این زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان در دیدار با ملا برادر معاون نخست رئیس الوزراء، امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان دیدار کردند. دو کلمه که هم روسیه در بین الافغانی ناست میزبانی کولا، فکر کوم چې د سیمې د نورو هیوادو ترڅنګ روسیه او چین د دایمي سولې او ثبات پر راستو کې مهم نقش در سرکالیش. امارت اسلامی رفت و آمد مقام های کشورهای خارجی را به افغانستان از بهر گسترش تعامل حکومت کنونی با جهان سودمند می داند. مسئولین امارت اسلامی نیز خواهان تعامل خوب با کشور چین شد و روی پروژه هایی که زیر دست است در مورد آغاز آن بحث شد. چین و روسیه از قدرت‌های بزرگ و رقیبان دیرینی ایالات متحده به شمار می‌روند. این دو کشور پس از فروپاشی نظام جمهوریت در افغانستان سفارتخانه‌هایشان را در کابل فعال نگه داشتند و همواره بر تعامل با حکومت سرپرست تاکید ورزیدند. در سوی دیگر نشست کشورهای همسایه افغانستان قرار است هفته پیشرو در پایتخت چین برگزار شود. وزارت خارجه چین گفته که در این نشست وزیران خارجه ایران، چین، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان حضور خواهند داشت و درباره چگونگی کمک به افغانستان و حل چالش‌های سیاسی گفتگو خواهد شد. از سوی دیگر حکومت سرپرست نشست چین را برای آغاز تعامل امارت اسلامی با کشورهای همسایه سودمند می‌گوید. سومین نشست کشورهای همسایه افغانستان با حضور وزیران خارجه روسیه، چین، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان درباره افغانستان قرار است هفته آینده در بیجینگ چین برگزار شود. طبیعی است که موضوعات مهم کشور ما که موضوعات اقتصادی، روابط دیپلماتیک و در بخش‌های دیگر که تجارتی است و
بخشای دیگر در بازها و همچنان خواستای خود را مطرح خواهد کرد. در همین حال مسکو میگوید که سرگی لاورو وزیر خارجه این کشور در نشست کشورهای همسایه افغانستان شرکت خواهد کرد و درباره پیکار با هراس افغانی با کشورهای همسایه گفتگو خواهد کرد. این نشست فرصت خوبی برای بحث درباره هماهنگی تلاش‌های منطقه‌ای در مسیر کمک‌های بشری و اجتماعی اقتصادی به افغانستان و مقایسه رویکردها برای پیکار با تعهدات هراس افغانی و قاچاق مواد مخدر فراهم می‌کند. نشست چین سومین نشست کشورهای همسایه افغانستان است که برای رسیدگی به اوضاع بحرانی کشور برگزار می‌شود. اما آیا این نشست‌ها گریگوشای چالش‌های کنونی است؟ چنایه ها تلاش میکنند تا خلای امنیتی موجود در افغانستان پر شود، طالبا به رسمیت شناخته شود و با به رسمیت شناخته شدن طالبا یک متحد قدرتمند مثل پاکستان در کنار چنایه ها میتونه فرصت اقتصادی و سیاسی را در افغانستان بیشتر زمینه سازی بکنه. من فکر نمی کنم که در نشست آخر ماه مارچ هم چین به رسمیت افغانستان بشناسه، بجز از این که طالبان دخترای مکاتب دختران دوباره باز کنند. نخستین نشست کشورهای همسایه افغانستان در ماه سنبل سال گذشته به میزبانی پاکستان به گونه مجازی برگزار شد و دومین نشست وزیران خارجه این کشورها در ماه عقرب در پایتخت ایران برگزار شد. ایالات متحده آمریکا گفته که مسدود ماندن در مکتب‌ها برای دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم اثرهای منفی در مسئله بر رسمیت شناختن طالبان از سوی جهان خواهد داشت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بازگشایی تمامی مکتب‌ها را در افغانستان از تعهدات کابل با جهان می‌گوید. همزمان با این قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست اضطراری را در این باره امشب برگزار کند. در ادامه واکنش ها به مسدود ماندن درب مکتب ها بروی دانش آموزان دختر و بالاتر از صنف ششم، وزارت خارجه آمریکا می گوید که اگر کابل خواهان به رسمیت شناخته شدن از سوی جهان است، باید به تمامی تعهداتش پابند بماند. این یک حقیقت است که اعلام بسته ماندن در مکتب ها اثرهای بیدرنگ بر رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان و پشتیبانی سیاسی جامعه جهانی از آنان خواهد داشت. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده می افزاید که حکومت سرپرست باید به آنچه که تعهد کردن عمل کنند. آنان پیش از این اعلام کرده بودند که هر شهروند افغان از بهر آینده کشور و از بهر روابط آن با جامعه جهانی حق آموزش دارند. ما از طالبان می خواهیم که به تعهدات خود در قبال مردم خود و همچنان آنچه را که با جهان تعهد کردند عملی کنند. همزمان با این به تازگی وزارت خارجه جرمنی و اندونزیا نیز این تصمیم حکومت سرپرست را تأسف بار می دانند. من از تصمیم طالبان از بهر بسته ماندن درب مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسیار نگران هستم. اندونزیا با کمک های خود به زنان افغان به ویژه در بخش آموزش ادامه خواهد داد. در این میان امارت اسلامی میگوید که میکوشند تا هر چه زودتر درب مکتب ها را برای تمام دختران دانش آموز باز کنند. هیچ نقطه‌ای وجود ندارد که امارت اسلامی خدای نخواسته از تعهدات خود عدول کرده باشه، ولی در مورد مسائل داخلی کشور امارت اسلامی طبق ارزش‌ها و منافع کشور گام‌های خود را برمی‌دارد. همزمان با این نماینده نروژ در سازمان ملل متحد در توییت نگاشته است که قرار است شورای امنیت این سازمان نشست را درباره مسدود ماندن مکتب‌ها برای برخی از دختران دانش آموز برگزار کنند. در سوی دیگر حزب موج تحول افغانستان امروز در نشست خواهان بازگشایی تمامی مکتب‌های متوسطه و لیسه برای دختران در کشور شدند. اعضای این حزب آموزش برای دختران را مهم می‌دانند و می‌افزایند اگر در مکتب‌ها برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم باز نشوند، آنان دست به اعتراض خواهند زد. برخی از اعضای حزب موج تحول افغانستان امروز در نشستی درباره بازگشایی مکتب‌ها می‌گویند که مسدود ماندن مکتب‌ها بر روی دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم خلاف تعهدات حکومت سرپرست با جامعه جهانی است. جای تأسف است که برخلاف همه کشورهای اسلامی و جهان، دروازه نهادهای تعلیمی و تحصیلی به ویژه مکاتب برای دختران بسته است. ما خواستار عزیزیم که هر چیزی زودتر مکاتب دخترانه
برای دخترها باشه و دخترها افغانستان از حقوق اساسیشان محروم نمانند. برخی از فعالان بنوان و آموزگاران میگویند که دختران نباید از حق آموزش در کشور به دور بمانند. اگر که این دروازه های مکتب برای بانوها بسته بمانه، فاجعه بزرگی با وجود میاد. فکر نمی کنم که دیگر کسی اعتماد داشته باشه که در این وطن زندگی کنه. روز پیش وزارت معارف اعلام کرد که طرح را به ریاست الوزراء برای بازگشایی مکتب ها پیشنهاد کرده است. با این حال دیده شود که در مکتب ها بروی دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم چه زمان بازگشایی خواهند شد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت در یک نوار دیداری که در صفحه فیسبوکش پخش کرده، خواهان ایجاد حکومت همشمول و فراگیر در افغانستان شده. به باور آقای مسعود، همه اقوام باید در حکومت سهم داشته باشند تا مردم در صلح و آرامش به سر ببرند. در این میان امارت اسلامی میگوید که حکومت کنونی همشمول است و تلاش‌ها برای بهتر شدن آن نیز ادامه دارند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت پس از چندین ماه سکوت اکنون در یک نوار دیداری از بهر سال تازه 1401 هجری خورشیدی خواهان ایجاد حکومتی است که به باور او برخواسته از رأی مردم باشد. ما به افغانستان مستقل، آزاد و عدالت محور باور داریم که همه ما از تمام اقوام و گروه ها، مذاهب و بالغ‌لسان ها و زبان های مختلف بتانیم با حقوق شهروندی برابر در کنار هم در صلح و آرامش زندگی بکنیم. در همه شمول حکومت تشکیل او جوړښت د افغانستان د سیاسی، اقتصادی او اجتماعی ثبات لپاره یوازینی د حل لاره ده او په توسطی نړیوال مشروعیت هم ترلاسه کیدی شي. از سوی هم معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که حکومت کنونی فراگیر است، اما تلاش ها برای پرساختن کاستی های آن ادامه دارند. حکومت از مردم افغانستان باشه، فعلا حکومت از مردم افغانستان هست و تمام ملت ما در او سهم داره و همچنان خواستای آن را تمثیل می نماید. اگر منظور از حکومت فراگیر نظریات و ارزوها و ارمانهای اشخاص و افرادی مشخصی باشه، او باز فراگیر به تعریف ما نمی باشه. پیش از این کشورهای گوناگون جهان بر همه شمول بودن حکومت سرپرست تاکید ورزیدند، اما کابل همواره گفته است که حکومت کنونی فراگیر است و در آن تمامی اقوام کشور سهم دارند. یک بانو در پایتخت به علت چالش‌های اقتصادی در جاده ها دست فروشی می کند. این بانو گفته که برای پیدا کردن لقمه‌نان برای خانواده‌اش مجبور است دست به چنین کار بزند. با این حال حکومت سرپرست گفته که برای جلوگیری از فقر و تنگدستی در کشور گام‌های را برداشته. راحله بانوی است که از بهر پیدا کردن لقمه‌نان برای خانواده‌اش همه روز از صبح تا شام در جاده های کابل دست فروشی می کند. خوستن کراچی ما میارم دیمی چارای دانه باغ دیمی سرای میمانم. کرا نمیگره سرای وان پنج سال شد من تا مشکلاتم زیاد است. به گفته این بانو از اوضاع بد اقتصادی و تنگ دستی مجبور شده است که در جاده های پایتخت دست فروشی کند. برابری است که کس بیای بخره یک تا دو تا بفروشه، مگه نشد هیچ روز هم از کارم نمیشه. به خدا کرای رای خود قرض کرده سن خانه خود پس میرم، پیسه نانم از نانبای نان قرض میکنم میگیرم. در همین حال وزارت اقتصاد میگوید که برای از میان برداشتن چالش های اقتصادی در کشور کارهایی را روی دست گرفته است. برنامه ما برای ایجاد اشتغال زایی و محو بیکاری و کاهش فقر، حمایت از صنایع کوچک، تقویت سکتور خصوصی و جلب سرمایه گذاری خارجی هست. برای ایران باید حکومت برنامه های مختلف ایجاد کنه. اساس ترینش ای است که باید شغل ایجاد کنه، چون ایجاد شغل مناسب و دوامدار میتونه که راه حل برای از بین بردن فقر باشه. پیش از این سازمان جهانی کار در یک گزارشش گفته بود که تا میانه های سال روان میلادی نزدیک به 1 میلیون تن در افغانستان بیکار خواهند شد. همزمان با فرارسیدن روز دهقان، برخی از کشاورزان گفتند که خشکسالی یکی از چالش‌های بزرگ آنان در روند کارشان به شمار می‌رود. و گفته آنان تا کنون هیچ کمک برای کشاورزان از سوی حکومت نشده. قرار است فردا شنبه از روز دهقان در کشور تجلیل شود.
ادامه خبر 6. نمایشگاه فراورده های داخلی و ساخته های دستی برای زنان برای پشتیبانی از زنان و صنعتکاران در مزار شریف برگزار شد. در این نمایشگاه شمار از زنان صنعتکار و صاحبان کارخانه های تولیدی فراورده هایشان را در 80 غرفه به نمایش گذاشتند. برگزار کنندگان این نمایشگاه هدف از راه اندازی آن را شناسایی تولیدات داخلی و بازاریابی برای تولید کنندگان می گویند. پس از 7 ماه این نخستین نمایشگاه تولیدات داخلی و ساخته های دستی زنان است که اینجا در یک مکان ورزشی در شهر مزار شریف برای 5 روز راه اندازی شده است. فراورده های دستی، محصولات خوراکی، محصولات صنایع تجارت و انواع کارکرد های کسایی که در ولایت بلخ فعالیت میکنند به نمایش گذاشته میشه. شماری از مسئولان امارت اسلامی نیز از این نمایشگاه دیدن میکنند. بیشتر کسانی که در این نمایشگاه شرکت کرده اند زنان هستند که ساخته های دستی ایشان را به نمایش گذاشته اند. بسیار خانم هستند که سرپرست ندارند، خانه جور میکنند، او برشان یک نفقه برشان میشه. اونا میاردن بر ما میدادن، ما هم در همچین نمایشگاه او را به فروش میرساندیم. خیلی از کسایی که متشبسین کوچک خانم هایی که کار میکردن در بازار رابی بلخی بسته کردن بنابر نبود بازار. شماری از بازدید کنندگان این نمایشگاه بر پشتبانی از صنعتکاران و تولیدات داخلی تاکید میورزند. خانم ها اگر در صورتی که حمایت شوند میتونن تولیدات داخلی خود از صنایع دستی قالین بافی هر اون چیزی که هست بیشتر به نمایش بگذارن و بیشتر فروشات داشته باشند. جای بسیار افتخار و خرسندی است که همچون محافل برگزار میشه، همچون کنفرانس ها، همچون نمایش ها، اینا در رشد اقتصاد افغانستان بسیار خوب است. در این میان عامر پارک های صنعتی بلخ از تلاش ها برای رشد تولیدات داخلی سخن میگوید. بعد از رمضان مبارک اما برنامه های برگزاری نمایشگاه را به خاطر بیبود بازار برای تولید داخلی و معرفی کالهای تولید داخلی ذریعه همیت نمایشگاه برای مردم ما، برای هموطنان ما و بیرون از هم کشور ما به نمایش بگذاریم. کسانی که در این نمایشگاه شرکت کرده اند بر این باورند که برگزاری همچون نمایشگاه ها سبب رشد و فروش تولیدات داخلی می شود و خواهان راه اندازی برنامه های همانند هستند. پاکستان و افغانستان تصمیم گرفتند که برای رانندگان لاری های بازرگانی یک دیگر سند موقت ورود صادر کنند. اتاق تجارت مشترک افغانستان پاکستان هدف از این تصمیم را ایجاد سهولت برای بازرگانان می داند. این در حال است که در یک سال پس این تجارت میان افغانستان و پاکستان تا 25% کاهش یافته و باور برخی از آگاهان مسائل اقتصادی این گام در رشد تجارت میان دو کشور اثر مثبت خواهد داشت. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر 6. تا دیدار، خدا نگهدار.